بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. در کارها که بحث اینه که اگر میخوایم ارزش داشته باشه، خالص باشه، و بعد از خدا همه ما بخوایم که خالص باشیم، این اخلاص هم دائمی باشه دا. یعنی از اول کار تا آخر کار خالص باشه. وگرنه اگر آدم اول یک کار برای خدا شروع میکنه، بعد به ست کار قصد قابل سر بین میره، به ست کار یک کار میکنه برای مردم، بس که داشته کسی داشت منوت میخون بین خودش و خدا داشت نماز میخون، یه مطبع سرش که بالکه دید جلب دوربینه، یه مطبع وسط دوربین همچنی که خب ای در یه لحظه مثل هواپیما که داره میره، در یه لحظه موتورش خاموشه. خب میفته پایین، نمیشه که بابا صبح تا شب هواپیما روشن بود، حالا یه دقیقه خاموش شد. بله یه دقیقه خاموش شد. نمیشه که حالا ما یه سوزن به یه گوشه توپ زدیم، بله یه سوزن یه گوشه زدیم، اما فوتبال تعطیل شد، والیبال هم تعطیل شد. نمیشه که حالا ما یه سوزن به یه گوشه زدیم، حالا یه چرخش پنچر شد، بله ولی ماشین دیگه راه نمیره. همینطور که یه چرخش پنچر بشه ماشین راه نمیره، یه لحظه موتور هواپیما خاموش است، سقوط میکنه هواپیما، این باید کار قربت هم دائمی باشه. یعنی درست مثل برقیه که به این لامپ وارد میشه، یه لحظه برق وارد نشه تاریک میشه. قصد قربت باید از اول کار تا آخر کار باشه، وگرنه گاهی وقت کار اولش خداست وسطش خراب میشه، گاهی اولش خداست آخرش هم خداست. و لحظه های آخر مثل راننده که یه سفر طولانی رو انجام داد، ولی دم گاراژ، دم در ترمینال، لبه در خونه، ماشین چپک. فرق نمی کنن ماشین چپشه تو جاده چپشه یا تو شهر چپشه. بلهره خب مسئله ای که با دقت کنیم اینه که اصراری که قرآن هی میگه فی سبیل الله، لوجه الله، ابتغاء مرضات الله، هی گفته خدا خدا خدا. ببینید یه تابلویی که مثلا تو 100 کیلومتر هر 1 کیلومتری تابلو زدن، خطر احتیاطی پیداست، جاده لغزنده. تو یک جاده 100 تا تابلو لازم نداریم. اگر تو قرآن هم تو قدم به قدم یه گفت فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله، یا گفت خطر دون الله دون الله، غیر خدا خطر داره، فی سبیل الله ای پیداست، انسان خیلی زود لغزش پیدا میکنه. و اگر امداد الهی نباشه خطر نکنه. خدایا دستمونو بگیر همه ما تو همه کارها از اول تا آخر خالص باشیم، و بعد از پایان کارم با گناهی اون کار رو عبین نبریم. چون یه رو پیغمبر فرمود هر که سبحان الله بگه یه درخت به درختهای بهشتش اضافه میشه. یکی گفت به، پس بهشت ما چقدر درخت داره، چون ما خیلی سبحان الله گفتیم. حضرت فرمود بله، گاهی هم یه آتش میشید همه میسوزونه. خب کافیه. والسلام عليكم ورحمة الله.